ایدئولوژی که گسترش روزافزون و گذشته جدال برانگیز دارد، سرمنشأ حرکت‌هایی شده و نامش با خشونت گره خورده. اما وهابیت چیست؟ نام وهابیت از مؤسس قرن 18 محمد ابن عبدالوهاب گرفته شده. او در سال 1703 در شهر عیینه در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. در منطقه ای از عربستان به نام نجد، تقریبا در 70 کیلومتری ریاض، پایتخت عربستان امروزی. او حدود 11 قرن بعد از پیدایش اسلام تفکر وهابیت را تأسیس کرد. ابن تیمیه متکلم مشهور قرن 13 محرک اصلی او در افکارش بود. عبدالوهاب ادعا کرد با جنبشش میخواهد مسلمانان را به اسلام صحیح بازگرداند، زیرا به نظر او مسلمانان از دین اصیل منحرف شده بودند. مهمترین اثر عبدالوهاب کتاب توحید نام دارد. او در این کتاب تأکید دارد که هر گونه احترام بیجا نقض توحید به شمار میرود. بیشتر این کتاب هشدار دادن درباره آن چیزی است که او شرک دانسته و یا قائل شدن به همکار برای خدا میپندارد. بعضی از افعال که او شرک میپندارد جزء بافت فرهنگی اسلام است، مانند توسل، زیارت قبور، عکس گرفتن و غیره. عبدالوهاب's followers and supporters say that Muslims had strayed so badly from the pure teachings of Islam that they started, you know, defying trees and saintly figures and so on and so forth. Abdu'l-Wahhab's opponents say that there was nothing like that, that these people basically accuse good Muslims of being fallen Muslims. یاسر قاضی رئیس مدرسه دینی آمریکا میگوید در ابتدا خیلی متمایل به ایدئولوژی وهابیت و خواهان فهم مبانی آن بود، ولی الان دریافت بخشهایی از آن مشکل ساز است. The original manifestation by Ibn Abdul-Wahhab himself was actually not only quite militant, but also quite fanatical in its excommunication of pretty much the entire world. Ibn Abdul-Wahhab viewed the Ottoman Empire as being a manifestation of a pagan, un-Islamic, non-Islamic, anti-Islamic empire. And that essentially meant that he viewed the entire world around him to be non-Muslims other than his own one group. So if you wanted to be a Muslim, you had to be with him. Now, this version is not taught anymore. This version has been completely reoriented. Modern adherents to the school do not view this at all. In fact, it's difficult for them to even imagine Ibn Abdul-Wahhab would actually say things like this, even though, of course, it's pretty clear in his books. در 1744 عبدالوهاب پیمان‌نامه‌ای با محمد ابن سعود، اولین مؤسس خاندان آل سعود در عربستان، امضا کرد. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در اوایل قرن 20، خاندان آل سعود موفق شدند قدرت خود را تثبیت کنند. در مناطقی که آن زمان به نام نجد و پادشاهی حجاز مشهور بود، با کمک انگلیس موفق شدند که در سال 1932 پادشاهی عربستان را تأسیس کنند. توافق اولیه از این قرار بود: یک پیمان سیاسی مذهبی بر اساس خالص‌سازی تعالیم اسلامی و تأکید بر توحید مطلق. بر حسب این پیمان نامه، خاندان آل سعود بر قدرت سیاسی و نظامی خود باقی می‌ماند و خاندان عبدالوهاب نیز به عنوان مشاوران دینی در حکومت نقش خواهند داشت. انما سعينا ان شاء الله فيما يظهر الحق ويحلو والاباطيل من تامل الشيخ وتدبرها وقرا كتبه راى حقا ان هذه دعوه صالحه موافقه للكتاب والسنه وان الله جل وعلا هيئ لها الامام محمد سعود واولاده فحموا هذه الدعوه وقاموا بها ونصروها وايدوها. اما بسیاری معتقدند وهابیت نسبت به سایر مکاتب بسیار انحصارگراست. Go over his textbooks. If you have chosen to reject my teachings, then you have essentially chosen to reject Islam. خبرگزاری فرانتلاین آیین وهابیت را این گونه توصیف می‌کند: بیش از دو قرن است که مکتب وهابیت در عربستان تبدیل به دین غالب مردم گشته است. این مکتب یک تفسیر سختگیرانه از اسلام است که بر تفسیر تحت لفظی و خشک از اسلام تاکید دارد. وهابیان تندرو بر این باور هستند که تمام کسانی که تفسیر آنان از اسلام را قبول نمی کنند کافر و دشمن اسلام هستند، و این عالم وهابی این مطلب را تایید می کند. من کتبه انه یکفر المسلمین انما یکفر من کفره الله و رسوله و اجمع المسلمون على تکفیره، اما انه یستقل بما سأله یکفر فيها
آیدین بایرام در مقاله پژوهشی در مورد ظهور وهابیت فرقه‌گرا و پیمان بستن آن با عربستان میگوید وهابی ها کسانی را که مانند آنها نمی اندیشند مشرک می پندارند. بنابراین خون و مال آنها برای وهابی ها حلال می شود. It's terribly dangerous when you take a look at individuals from within the Muslim community utilizing rhetoric like that around takfir and calling one another a disbeliever. It creates obviously a lot of hatred, a lot of animosity, and really sort of so different than sort of the embracement of the importance of ummah and community within Islamic traditions. وهابیت به کمک دلارهای نفتی عربستان گسترش یافت. فرید زکریا سرمقاله نویس واشنگتن پست در 2016 میگوید در دهه 1950 نسخه اسلام وهابی که محصول فرهنگ صحرایی است طرفداران بسیار کمی داشت و طرفداران آن تقریبا 1 یا 2% از مسلمانان را تشکیل میداد. ولی ناگهان قیمت نفت بالا رفت و پول زیادی نصیب عربستان شد و با این پول عربستان وهابیت را در سرتاسر جهان ترویج کرد. رسیدن وهابیت به خارج مرزهای عربستان خیلی گسترده و وسیع بود. انجمن هنری جاکسون در گزارشی که در سال 2017 منتشر کرده میگوید از دهه 1960 به بعد دولت عربستان با پولهای فراوان سعی کرد تا نسخه اسلام وهابی را در جهان اسلام و غرب صادر کند. ترنسوارد در کتابش به نام رمز وهابی میگوید که در پاکستان ژنرال ضیاءالحق بعد از به دست گرفتن قدرت در 1977 قوانین شریعت را وضع کرد و به مؤسسات عربستانی بیشماری اجازه تأسیس مدارس وهابی را داد. حسن بایو یک جراح مسلمان آمریکایی است که در جنگ دوم چچن در جبهه حضور داشته است. او مشاهدات خود از مواجهه با وهابیان عربستان را در خاطرات خود به نام قسم چنین یاد می‌کند: این به اصطلاح وهابی‌ها داشتن در چچن مشکل ایجاد می‌کردند. آنها مدعی بودند که آداب و رسوم چچنی ما با قرآن در تضاد است. وی در بخش دیگری از خاطراتش می‌گوید: به من اطلاع دادند که وهابی‌ها به افراد جوان در چچن مبلغ هنگفتی در آن زمان از $100 تا $200 در ماه می‌دادند تا به آنها بپیوندند. اسمیاتی مالک و اسکات ادوارد در یک گفتگو میگویند در مالزی نیز عربستان سعودی به دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها پول می‌دهند تا دیدگاه‌های محافظه‌کارانه خودشان را ترویج دهند، اما وهابیت که در حقیقت یکی از شاخه‌های سلفیت به شمار می‌رود جزء کوچکی از چتر بزرگ سلفیت است و کارش فقط ساختن مدارس نیست. ایدئولوژی وهابیت همچنین با گروه‌های خشونتگرای زیادی پیوند خورده. این ایدئولوژی متهم به انگیزه دادن به مهاجمان برج‌های دوقلو و تأثیر گذاشتن در گروه‌های مانند بوکو حرام، الشباب و داعش است. It is correct to point out that some of the theology, dare I say much of the theology of groups like ISIS actually do go back to the original teachings of the founders, which ironically the mainstream bulk of the followers no longer follow anymore. We're hearing news almost every other, you know, week of a bombing or a shooting that takes place, you know, in a place of worship, you know, on, you know, on Jum'ah, for instance, on Fridays during the communal Friday prayer, where real devastation occurs just for the sole reason that someone has a different ideology or a different practice than the other. عقیده متعصب وهابی نه تنها خواهان انحصار ایمان و معنویت، بلکه خواهان محو آثار دینی گذشته است. Very extreme Wahhabi teachings have been responsible for the destruction of holy sites, and this has happened since they came into power. And you know, the relics and the places of the Prophet alayhi salam and the family of the Prophet and their homes and their spaces have been demolished by the Wahhabis over time. They have destroyed sites of Islamic history in service of their singular ideology. They did not consult the rest of the Muslim world about these issues. برخی از مسلمانان در اطراف جهان به مشروعیت تفسیر دینی آل سعود معتقدند فقط به این دلیل که مقدس‌ترین شهرهای مذهبی مکه و مدینه تحت کنترل آنهاست. معمای پیچیده برای اغلب مسلمانان جدید این است که دو شهر مقدس مکه و مدینه 90 سال است در اختیار وهابی‌ها قرار دارد. پول عربستان به صورت هدفمند باعث خاموش شدن انتقاد از آنان در رسانه‌های بین‌المللی شده. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا وهابیت یک مذهب در میان دیگر مذاهب اسلامی است یا اینکه فرقه است که فقط به اختلافات مذهبی و خشونت دامن می‌زند؟